سیگار کمتره، اعتیاد نمیاره و وقتی که دود از داخل این شیشه میاد بیرون یه جورایی فیلتر میشه. ولی ببینیم علم در این باره چی میگه. در آزمایشگاه فیزیک کارشناسان آزمایش روی دو نمونه توتون موجود در بازار را شروع میکنند. کار با نمونه برداری از دود خروجی از شیلنگ قلیان شروع میشود. آنها بعد دود خروجی از دهانم را نمونه برداری میکنند. و دست آخر هم نمونه برداری از نفس. نمونه ها بعد به اتاق دیگر فرستاده می شوند تا در دستگاهی مخصوص و فوق حساس تجزیه و تحلیل شوند. این نمودار نتیجه تحلیل های ما از دودی است که از قلیان خارج شده. چیزی که نگران کننده از حجم بالای بنزن و فرمالینه که هر دو خطرناکند. بنزن که یک ماده شیمیایی سرطانزاست و فرمالین هم ماده مضری برای سلامت انسانه و میتونه آسم ایجاد کنه. البته بنزن موجود در سیگار 10 برابر اینه، ولی سازمان بهداشت جهانی میگه هر 1 ساعت قلیان برابر با 100 تا 200 نخ سیگار. در نتیجه تاثیرش روی سلامتی هم تا حد زیادی بستگی به تعداد دفعات و طول مدت کشیدن قلیان داره. نتیجه این نگران کننده، اما آیا این مواد وارد بدن افراد میشوند؟ خب این نمودار بالایی دود مستقیم قلیانه که شما فرو دادید و پایینی هم دودی است که بیرون دادید. این نتیجه در مورد توتون دوسیبه. چیزی که جالبه، ما اینجا مقدار زیادی بنزن داشتیم، چیزی حدود 2000 واحد که در نمودار پایینی به 200 رسیده. یعنی تقریبا همه بنزن موجود در دود قلیان جذب ریه‌های شما شده. البته این همه ماجرا نیست. نتایج یک تحقیق دانشگاهی جدید در اردن نشان می‌دهد که دود قلیان حاوی فلزات سنگین مثل اورانیوم و مس هم هست. تحقیقی که روی 13 نمونه مختلف توتون انجام شده. حداقل بیش از 50% فلزات سنگین موجود در دود قلیان وارد ریه فرد می شود و حدود 45%ش در خاکستر آن باقی می ماند. این مهمترین یافته تحقیقات ما بوده. من کاری به کسانی که به شکل تفننی قلیان می کشند ندارم، بلکه نگران جوانهایی هستم که هفته ای 2-3 بار سراغش می روند. این خیلی بد است. بیشتر این فلزات سنگین سمی هستند. اورانیوم و سایر مواد رادیواکتیو وقتی وارد ریه بشوند، البته در دراز مدت، نه در 2-3 سال، می توانند به همه نقاط بدن بروند و تومورهای سرطانی ایجاد کنند. زنگ خطری برای دلدادگان قلیان که اغلب می گویند در نبود امکانات